برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. شیخ عبدعلی الحمیری رئیس عشیره حمیر عراق طی سفر به شهر مقدس قم پس از زیارت بارگاه مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی حضور یافت. وی طی این اقدام با آیت الله العظمی شیرازی دیدار کرد و مطالبی را در مورد اوضاع جاری عراق و فعالیت‌های اجتماعی عشایر این کشور بیان نمود. رئیس عشیره حمیر عراق همچنین از توصیه‌های مرجع عالی قدر در خصوص جایگاه مهم عشایر در جامعه عراقی و وظایف آنان در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و دینی بهره‌مند شد. منابع محلی و رسانه‌ای در شهر مقدس سامرا از برگزاری سومین کنفرانس بین‌المللی علمی آستان مقدس عسکریین خبر داد. این کنفرانس با شعار جایگاه اندیشه و میراث آستان مقدس عسکریین در سامرا برگزار شد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، 237 پژوهشگر از داخل و خارج عراق در این کنفرانس شرکت کرده و حضور یافتند. گفتنی است در برگزاری سومین کنفرانس بین المللی علمی آستان مقدس عسکریین 24 دانشگاه عراقی از جمله دانشکده فقه دانشگاه کوفه با آستان مقدس امامین عسکریین علیهم السلام همکاری کردند. در هفته گذشته مشکین شهر استان اردبیل با 5 زمین لرزه بین 2.6 تا 4.3 ریشتر لرزید، ضمن آنکه در ماکو در استان آذربایجان غربی زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.3 ریشتر، در رامیان استان گلستان زمین لرزه‌ای به بزرگی 0.4 ریشتر و در بهاباد استان یزد زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر رخ داد. در مشکین شهر استان اردبیل نیز زلزله‌ای به بزرگی 4.3 و 2.2 ریشتری در عمق 18 کیلومتری و 2.6 و 3.3 ریشتری در عمق 5 کیلومتری و 3.2 ریشتر در عمق 6 کیلومتری زمین رخ داد. به گفته دکتر علی بیت‌اللهی رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، در شعاع 1 درجه‌ای حدود 110 کیلومتری اطراف رو مرکز زلزله 4.2 ریشتر جنوب غرب مشکین شهر تعداد 1764 زلزله با بزرگی 2.5 ریشتر و بالاتر در گستره اطراف رو مرکز از سال 2006 تا زمان وقوع زلزله 4.2 ریشتر در مدت 17 سال ثبت شده است.